بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. چند ساعت دیگه مونده به پایان یکی از مهمترین و حساسترین و سرنوشت سازترین سالهایی که بر همه ما گذشت، سالی که تا چند ساعت دیگه به اتمام خواهد رسید، سالی بود که ناسیونالیسم ایرانی در برابر دشمنانش ایستاد، جان داد و فرزندان خودش رو فدای حفظ تمامیت ارضی کشور و آزادسازی میهنی که بیش از 4 دهه هست اشغال شده با کمک بیگانگان و بیگانه پرستان و رهایی ملتی که در طول قرنها به اسارت تازیان در اومد. باید پیش از اینکه سال نو رو آغاز کنیم به یاد همه فرزندان ایران، همه کودکانمون، نونهالانمون، نوجوانان، جوانان، دختران، پسران، زنان، مردان، همه ملت ایران از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب که دیگه در بین ما نیستن و به دستور شخص رهبر جنایتکار جمهوری اشغالگر اسلامی علی خامنه ای و توسط نیروهای سرکوبگرشون به قتل رسیدن، توسط نیروهای به اصطلاح انتظامی که باید در خدمت ملت باشن و مشتی پاسدار و بسیجی و لباس شخصی که همشون مزدور و حقوق بگیر فرقه تبهکاران هستن و متاسفانه با حقوقی که میگیرند که از بیت المال، از مال و اموال ملت ایرانه، پول نفته، پولی که باید
بر سر سفره خالی شده ملت ایران خرج بشه، ملتی که امروز حتی نمیتونه، قدرتشو نداره که یک هفت سین ساده بچینه، و اینها با پول ملت ایران به دستور رهبر جنایتکارشون به جان ملت بیدفاع افتادن و در سراسر کشور، در شهرهای بزرگ و کوچک، در دورترین نقاط مملکت، از سیستان تا خراسان، از خوزستان تا گیلان و مازندران، از کردستان تا لرستان، از آذربایجان تا خوزستان و از هرمزگان تا فارس، تا تهران، تا سمنان، تا استان مرکزی، کوهگیلوی و بویراحمد، ایلام، چهارمحال بختیاری، یزد و کرمان و فارس و همدان، قزوین، زنجان، کرمانشاهان، ملت ایران رو به رگبار مسلسلا بستن، از بالای پشتبانها، از توی آمبولانس ها، از توی لای درخت ها، توی جوب، همه جا پنهان شدن و ناجوان مردانه با ساچمه و با گلوله های حقیقی به جان دختران و پسران ایران افتادن که فقط هدفشون و نیتشون و آرزوشون و حرکتشون آزادیه، هیچی دیگه نمیخوان، فقط میخوان آنچه که حق مسلمشونه به دست بیار. سالی که گذشت در تقویم و در تاریخ ملت ایران به عنوان نبرد میهن پرستان با تازیان، نبرد میهن پرستان با کمونیست های جهان وطن، نبرد میهن پرستان با تروریست های مجاهد و فدایی، نبرد میهن پرستان با عده دروغگو و فاسد و نوکر بیگانگان به نام ملیون، به نام دروغین ملیون، سالی که گذشت نبرد میهن پرستان بود که این نبرد با شروع سال جدید با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت، نبردی که سرانجام بدون کوچکترین شک و تردیدی به پیروزی ما میهن پرستان منتهی خواهد شد. سالی که گذشت میهن پرستان راستین، میهن پرستان واقعی، انسانهای شریفی که خودشون رو به هیچ کدام از پایتخت‌های جهان نفروختن و به دنبال خودمطرحی، پست و مقام، شهرت، معروفیت، پول و به دنبال هیچی نبودن، با دست خالی ایستادیم در درون و برون از کشور و فریاد زدیم زنده و جاوید با سلسله پهلوی، فریاد زدیم تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، فریاد زدیم کینگ رضا پهلوی، فریاد زدیم جاوید شاه، فریاد زدیم ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، آریامهر روحت شاد، پهلوی کجایی به داد ما بیایی، فریاد زدیم فرمان بده شاهزاده ایران شده آماده، و با شعارهای ملی و با تکیه بر 2500 سال تاریخ و فرهنگ و تمدن پرشکوه کشورمان، ما آریایای اصیل، ما ایرانیان شریف متمدن، دست در دست یکدیگر گذاشتیم که به فرمان پادشاهمون که در طول این سالها فرمودن امروز فقط اتحاد، در یک اتحاد بزرگ ملی تمام نیروهای میهن پرست با اختلافات و اختلاف سلیقه های کوچکی که داریم، اما در کنار یکدیگر ایستادیم تا یک بار دیگه ایران رو برگردونیم به جایگاه اصلیش و به جهانیان نشون بدیم و ثابت بکنیم آنچه که امروز شما جهانیان برای ما تعیین کردید، برای ما درست کردید، این حق ما نیست، این متعلق به ما نیست، این یک حکومت فاسد، یک رژیم دروغگو، ددمنش، ضد ایرانی که اساساً هیچ کدومشون ایرانی نیستن، نه طرز پوشیدنشون، نه گفتارشون و نه کردار و پندار و افکار پوسیده و
عقب مانده شون. اینها یک مش جنایتکارن، دزدن، غارتگرن که 1400 سال پیش در یک حمله ناجوانمردانه در یک شبیخون ایران آریایی ما رو اشغال کردن، هزاران ایرانی رو از دم تیغ چین گذروندن، به تمام مردان ایران، به تمام جوانان ایران که در برابرشون ایستادن رحم نکردن، همه رو کشتن، گردن زدن، دختران جوان، زنان ایران رو به کنیزی گرفتن، بهشون تجاوز کردن، کودکان ما رو به غلامی و بردگی گرفتن و ایران ما رو 1400 و اندی سالی که اشغال کرده، که در این 1400 و اندی سال هر از چنگاهی یک سری انسانهای شریفی اومدن تا ایران ما رو از دست اشغال تازیان نجات بدن، ولی هر کدوم با دسیسه های خارجی و با کمک بیگانه پرستان در داخل کشور یا به قتل رسیدن یا مجبور به خاک ترک خاک ایران شدن و یا به هر نحوی بود از روی صفحه شطرنج سیاسی کنار گذاشته شدن، مثل نادر بزرگ، کریم خان بزرگ، لطفعلی خان بزرگ، شاه عباس بزرگ و یعقوب بزرگ و سایر بزرگان و سرانجام رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و آریامهر بزرگ خدایگان بنیانگذار تمدن نوین که به عبارتی سلسله پهلوی برای نجات ملت و برای احیا کردن مجدد ناسیونالیسم ایرانی پا جلو گذاشت، که این بار در یک دسیسه بین المللی، در یک توطئه جهانی به رهبری انگلیس در کنار امریکایی ها و با کمک عواملشون چون اسرائیل، فرانسه، آلمان و چند کشور کوچک دیگه از جمله کشورهای عربی منطقه که همگی خواهان بدبختی و نابودی ایران و ایرانی بودن و هستند و انتقام نیم قرن حکومت ملی پهلوی رو از ملت ایران بیرون کشیدن. اما یک بار دیگه نوجوانان و جوانان ایران، ملت بزرگ ایران، ملت به گروگان گرفته شده ایران به پا خواسته و در سال گذشته در سراسر ایران که همگی شاهد بودیم، مردم ایران هر بار به بهانه‌های مختلف به خیابان‌ها اومدن تا اینکه در یک جرقه‌ای که تو گویی تاریخ منتظر این جرقه بود، یک دختر جوانی که از منطقه کردستان، از شهر سقز برای دیدن اقوامش، خانوادهش به تهران میاد، توسط نیروهای سرکوبگری که به دروغ بهشون میگن گشت، گشت‌های ارشاد، یعنی در اصل اس های خمینی، این دختر جوان رو دستگیر میکنن به مانند همه دختران و پسران جوان دیگر. اما تو گویی که این بار تاریخ با دستگیری این دختر یک ورق زد صفحه جمهوری اشغالگر اسلامی، دختری که به مانند سایر دختران و پسران پیشین نه سابقه سیاسی داشت، نه در هیچ تظاهراتی شرکت کرده بود و نه اساسا در هیچ تظاهراتی دستگیر شد، بلکه با همون بهانه همیشگی بدحجابی دستگیرش میکنن و وحشیانه سرش رو به ماشین میکوبن و بعد از چند روز که میخواستن موضوع رو ماسمالی کنن، این دختر جوان جان خودش رو فدای آزادی ایران کرد به نام مهسا و این جرقه ای شد که تا این لحظه آتشش نه تنها کشور ما رو بلکه سراسر جهان رو گرفته و هر جا که ایرانیان حضور دارن، حتی در پکن، در توکیو، در سئول و در سایر شهرهای جهان که هیچگاه ما به فکر نمی کردیم روزی ایرانیان مقیم سنگاپور، اندونزی، مالزی و یا نیوزیلند و برخی از کشورهای اروپایی از جمله در ترکیه که رژیم مدام می گفت ترکیه در دست ماست و زیر کنترل نیروهای امنیتی رژیم هست،
و در سراسر اروپا به ویژه اروپای غربی، از یونان تا ایرلند و انگلیس و از پرتغال و اسپانیا تا نروژ و فنلاند و سوئد، همه جای همه شهرهای اروپا یک مرتبه آتش شد و امریکا، کانادا و سایر کشورهای جهان ایرانیان به قربت آمده، ایرانیان آواره شده یک باره در کنار هم قرار گرفتن و با فریادهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی به حمایت از این دختر جوان برخواستند. و وقتی که جهانیان متوجه شدند و به چشم دیدند، به عینیت دیدند که یک چنین فضایی در داخل و خارج از کشور به وجود اومده و طبیعتاً از کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرقه تبهکاران و سایر کشورهای جهان خارج شده، برای تفرقه و جدایی بین میهن پرستانی که یک دل و یک صدا به خیابونا اومده بودن، اراذل اوباش خودشون رو که سالها اونها رو در آخرها بهشون آب و علوفه داده بودن، یکی پس از دیگری بیرون کشیدن که برخی از نامها رو ما نشنیده بودیم یا اگر شنیده بودیم فقط در سطح بسیار معمولی بود. و خب طبیعتاً جهانیان از اونجایی که میلیاردها دلار خرج کردن، سناریوهای قوی نوشتن، برنامه ریزی های زیادی کردن که جریان ناسیونالیست که رهبریتش در دستان پهلوی سوم هست به ایران باز نگرده، با بازی کردن با مهرگ پهلوی و وادار کردن شخص اول مملکت که در کنار مشتی نوکر، مزدور، اجنبی، خائن، بیگانه پرست و بی سواد ایشون رو نشوندند، که خب طبیعتاً با واکنش بسیار خوب، آگاهانه، سازنده و روشنگرانه میهن پرستان مواجه شدند که خودشون الان دیگه در این سناریو موندن. ولی یک چیزی کاملاً واضح و روشنه و آن این که با مهره پهلوی، با نام پهلوی به هیچ طریقی نمیتونن به سمت منفی بازی کنن. خیلی راحت عرض کنم امریکایی ها و انگلیس ها و چپ جهان اساساً تمام سعیشون در طول این سالها بر این بوده که نام پهلوی رو بسوزونن، این مهره رو بسوزونن، این شاه مهره رو بسوزونن و مدام میخواستن که اعلیحضرت رو به بازی بگیرن توسط عواملشون اینور و اونور در این رادیوها، تلویزیونها، در این مکانهای بسیار دروغین که به دروغ به خودشون میگن رسانه‌های گروهی، جهت آگاهی دادن به ملت ایران، در حالی که اینا نه تنها آگاهی نمیدن بلکه آن آگاهی هم که ملت ایران دارن اون مقدار آگاهی هم با پخش دروغ و اخبار بسیار فاسد و کذب، اون مقدار از آگاهی ملت ایران رو هم ازشون دارن میگیرن. و در طول این سالها خواستن که اعلیحضرت رو مجبور کنن ایشون تو برخی از بازی‌ها وارد بشن، از جمله این که افراد خودشون رو روی خط‌ها تلفن می‌آوردن یا به عنوان تحلیلگران دروغین، مفسرین سیاسی دروغین، کنشگر سیاسی دروغین، نویسنده دروغین، مقاله نویس دروغین، ورزشکار دروغین، فعال سیاسی دروغین، زندانی سیاسی دروغین، هنرمند دروغین و سایر دروغهایی که اینها به خورد ملت ایران دادن، چهره‌های مختلفی که توسط میهن پرستان هر از چنگای اینا سوختن و مهرهای جدیدی اومدن جاشو گرفتن، این موضوع رو میخواستن در جامعه جا بیندازن که آقا ایشون نمیخواد کاری بکنه، هر از چنگایی میاد یه اعلامی میده میره، چرا شما فراخوان نمیدید، چرا شما شاهزاده رضا پهلوی رهبریت به دست نمیگیرین، چرا شما صراحتا نمیگویید من رهبر ملتم، چرا شما صراحتا نمیگویید من یا شاه هستم یا نیستم و چرا و چرا و چرا. و طبیعتا پادشاه
قانونی کشورمون که در یک فضای سیاسی به دنیا اومدن و در یک فضای سیاسی شکل گرفتن با داشتن استاد بزرگی، مربی بزرگی به نام خدایگان آریامهر بزرگ و اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی بزرگ، هیچگاه وارد بازی غربی ها، شرقی ها، چپی ها، راستی ها نشدن و مدام با مانورهای بسیار زیرکانه، ماهرانه، استادانه از کنار پرسش های بیهوده، پرسش هایی که هدفش فقط قلب ناسیونالیسم ایرانی رو نشانه گرفته بود، به موقع با مانورهای صحیح ملت ایران، کشور ایران، ناسیونالیسم ایرانی رو نجات دادن. و این بار نیز در یک پیچ دیگر تاریخ قرار گرفتیم که من شک و تردیدی ندارم به زودی زود از این پیچ تاریخ رو هم عبور خواهیم کرد. آخرین پیچی که به جلوی پای ما حزب دموکرات امریکا، چپ اسرائیل، چپ جهان و نه فقط چپ جهان، این رو ما به عنوان یک دیکته اشتباه در مغز خودمون نذاریم، راست جهان هم به هم میشه، چون در نهایت ناسیونالیسم وقتی در ایران شکل بگیره همونطور که داریم میبینیم خاورمیانه هم منتظر این که تکلیف ایران روشن بشه. الان مردم نگونبخت عراق از ظلم و جور امریکایی ها که کشورشون 20 سال اشغال شده و گفتن صدام یک دیکتاتور بوده که بوده و کشتنش تا عراق رو به دموکراسی برسونن، بعد از گذشت 20 سال یکی از کشورهای مهم نفخیز جهان، امروز مردمش در فقر و فلاکت و بدبختی و بیابی و خوشسالی و بیکاری و مافیا و جنایت و جرم و همین بلاهایی که بر سر ما در ایران اومده بر سر مردم نگونبخت عراق هم اومده، که میزان فقر در اون کشور و تورم و بیکاری از ایران هم بیشتره. و یا سوریه که میبینیم به این روز افتاده که دیگه نامی فقط از این کشور به اصطلاح باقی مونده، کشور کاملا در اشغال نیروهای بیگانه است، مقدارش رو روسا گرفتن، مقدارش رو اسرائیلیا گرفتن، مقدارش رو جمهوری اشغالگر اسلامی اشغال کرده، مقدارش رو امریکایی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها گرفتن و به هر حال منطقه‌ای شده که جهت مانورهای جنگی و زورآزمایی بین کشورهای جهانه. و سایر کشورهای منطقه هم هر کدومشون از فساد که غرق شدن در این فساد و خرافات و تباهی، جوانانشون خب اونها مثل همه ما با دنبال کردن مسائل که در جهان اتفاق میفته از طریق اینترنت آگاه شدن و به این ترتیب رفته رفته اسلامی که 1400 سال پیش با زور شمشیر و به نام خدا و رسول خدا گردن زدند تا بتونن یک ایدئولوژی پست مانده و عقب مانده رو به قدرت برسونن، امروز تمام کشورهای به اصطلاح اسلامی منطقه از جمله عربستان سعودی و سایر کشورها جوانانشون خواهان بازگشت به حداقل هستن، یعنی به آن چیزی که بهش میگن به هویت‌های خودشون، که البته نمیشه گفت هویت ملی چون عرب داره هویت ملی نیستن، به صورت عشیره‌ای قبیله‌ای زندگی میکردن، ولی به هر حال خواهان این هستن که برگردن به جایگاهی که بتوانن آزادانه زندگی کنن. و دولت‌های عربی هم در این لحظات در طول این چند سال اخیر با دادن امتیازات بسیار کوچک و پیش و پا افتاده جلوی خشم و خروش و اعتراض و اعتصاب ملت‌ها رو میگیره و با برپایی مسابقات فوتبال جام جهانی یا ساختمانسازی، آوردن یه سری ظواهر غربی در برخی از کشورهای منطقه از جمله در بحرین و قطر و امارات و عرض کنم امارات عربی و کویت و عمان، جلوی یک انفجار عمومی رو گرفتن و همه منتظرن که تکلیف ایران روشن بشه، چون ایران به خاطر داشتن یک موقعیت تاریخی در وهله اول که هویت ملی داره، تاریخ داره، ریشه داره، شناسنامه داره
قبیله ای نبوده، عشیره ای نبوده، بیابانگرد نبوده، بادیه نشین نبوده، ملتی بوده همیشه شهرنشین، اندیشمندانی رو به جهان هدیه کرده، در علم و دانش همیشه پیشرو بوده و تمدن ایرانی رو، تمدن آریایی رو به جهان صادر کرده، نه با زور شمشیر بلکه با مهر و محبت، با عدالت. از نظر قدرت نظامی یکی از قدرت‌های برتر جهان بوده، نخستین امپراتوری بزرگ جهان بوده که امروز تمام جهان در برابر اون عظمت هخامنشیان، اون عظمت اشکانیان، اون عظمت ساسانیان سر تعظیم فرود میارن که تا به امروز چنین امپراتوری در جهان شکل نگرفته، اونم با وسایل آن موقع. به حال تکلیف ایران مشخص، ملتی هستیم که دارای هویت ملی هستیم، ریشه در دل تاریخ داریم، به تمدن بشریت، به علم در جهان، به فرهنگ و هنر خدمات شایانی کردیم، بزرگانی رو چون سعدی، حافظ، خیام، فارابی، فردوسی، مولوی، ابن سینا، بابا طاهر و خیلی دیگر از بزرگان رو به جهانیان، رازی بزرگ اهدا کردیم. شهرهای آبادی داشتیم که در این شهرها دارای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و هنری نامی بودیم: سمرقند، بخارا، تاشکند، دوشنبه، عشق‌آباد، باکو، ایروان، نخجوان و شهر ری، حکمتانه، اصفهان، شیراز و سایر نقاط مملکتمون، که باید تکلیف ایران نخست مشخص بشه که بیشک و تردید جهان در برابر این موضوع داره سخت مقاومت میکنه. یک روز از سوئد یک نام ناآشنایی که مشخص نیست عضو گروه های همجنسگراست، مشخص نیست چپه، مشخص نیست چه جونوریه، به نام آخوندزاده را میارن و یک روز یک بی سوادی رو از بلژیک میارن که تا چندی پیش در دامان جمهوری اشغالگر اسلامی بوده به عنوان نماینده مجلس بلژیک، که خودش و شوهرش پرونده های روشنی ندارن بلکه بسیار تاریک. یک روزی اراذل اوباش دیگری رو مثل معصوم قومی، مثل حامد کیسه کش، مثل چیچی بنیادی، مثل چیچی شیفته، فراهانی، که همشون سر در آخر کمپانی های ارزان قیمت پورنو و دیگه سینما و چه و چه دارن، اینها رو با قیمت های بسیار ارزانی خریدن، از دور افتاده ترین نقاط کشور اینها رو آوردن، روشون یه سرمایه گذاری های کمی کردن با چند دست رخت و لباس و کفش و پول و ماشین و 7-8 تا عکس و بردنشون به کاخ پیش یکی از نوکران فراماسونرها در پاریس، در اون الیزه، و رفته رفته ازشون چهره ساختن، اسم ساختن، ولی اسامی که پشتشون همه خالیه، درونشون توهیه، بیگانه پرستن، یک مشتم چاقوکش و لات و بیشرف و قمکش و تیغکش هم دور خودشون را انداختن که اینها در دنیاهای مجازی با داشتن چند ده هزار دلار فضای دنیای مجازی رو به نفع خودشون دارن تغییر میدن و مسموم میکنن و یک موجی از میهن‌پرستان واقعی رو عرض کنم مشغول کردن در دنیاهای مجازی، که اینها به هر حال بچه‌ها مجبورن گرفتار این اراذل اوباش بشن. یه سری عوامل دیگه شون هم تحت عنوان ورزشکار، تحت عنوان نویسنده، روزنامه نگار، فعال سیاسی، کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی، نویسنده سیاسی، تحلیلگر و چه و چه و چه در گوشه و کنار جهان دور خودشون جمع کردن تا از نامهای آنها، نامهایی که البته اینها برای اونا ساختن ولی اونا دارای نامی نیستن و هیچ پیشینه صحیح سیاسی هم ندارن، مثل عباس میلانی که وقتی شما به کارنامه 40 و اندی سال پیشش نگاه میکنی، یک توده‌ای که در ایران دستگیر شد با یک سری از خرابکارا که در دادگاه تقاضای عفو کرد از پادشاه خدایگان آریامهر بزرگ،
و یا سایری مثل اکبر گنجی که پونز میچسبون روی پیشونی بچه های مردم در اول شورش 57، مثل تاجزاده یکی از عوامل اطلاعاتی فرقه تبهکارا، مثل سارق چچی کلام که اونم یکی از عوامل مؤثر اطلاعاتی جمهوری اشغالگر اسلامی است که تئوریسین هست برای جمهوری اشغالگر اسلامی، مثل محسن یادگارا که این در خارج از کشور کار میکنه و سارق کثافت کلام در داخل کشور، و یه سری مهره های دیگه هم دارن مثل تبرزدی که ازش به عنوان یک شخص سیاسی نام میبرن، یا اون نرگس توپول یا اون نسرین سیتوده. این عوامل بسیار تهی مغز و بی‌هویت و پست و فرومایه که هر کدومشون با چند هزار دلار یا با وعده های بسیار بسیار پایین، با وعده های دروغینی مثل نوریزاد در ایران میخرن، هر از چنگایی ساکتشون میکنن، فعلا نباید حرف بزنیم، بعد دوباره میارنشون تو بازی. و عوامل دیگری هم مثل فرشگردی ها رو میارن، بعد اینجا یک مرتبه بزرگ میشن، از دلشون یه افرادی بیرون میاد که تا این لحظه خودشون رو کاملا به شخص اعلیحضرت نزدیک کردن. البته بچه ها با دقت هرچه تمامتر زیر نظرشون دارن که اینجا میان حزب میزنن، گروه میزنن و روزنامه بیرون میدن، بعد یه مرتبه سر از یه جا دیگه در میارن، بعد اینجوری میشن، بعد اونجوری میشن، و یه عده هم به اسم تحلیلگر این ور اون ور میان و فضایی رو به وجود آوردن که این فضا کاملا در دست اینهاست. منتهای مراتب یه چیزی رو این ابلهان، واقعا ابله، نمیدونن، و اون این هستش که جنبش ناسیونالیست در ایران کار امروز نیست. این جنبش به خاطر آمدن یک بیمار روانی از نوفل لوشاتو یک مرتبه متولد نشده. جنبش ناسیونالیست از زمانی در ایران شکل گرفت، قدرت گرفت، قوت گرفت که یک جوان سلحشور آریایی اصیل از قوم پارس که در کنار قوم ماد از حکمتانه سر علم کرد، سر بلند کرد و سرانجام به عنوان شاه شاهان، شاه بزرگ، کوروش بزرگ اعلام پادشاهی کردن، از اون موقع بود که ناسیونالیست در درون ایرانی قوت گرفت و هر کدوم از پادشاهان ایران که به قدرت رسیدن این بخش مهم ایرانی رو، یعنی بخش میهن پرستی رو بهش قوت دادن، بهش یک نیروی دادن، و رفته 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 با همین سلاح میهن پرستی و با حفظ آداب و سنن ملی خودمون به مانند نوروز که یک جشن چند هزار ساله است که برآمده از جمشید جم هست، عرض کنم ما توانستیم ایران رو تا به اینجا برسونیم. طبیعی است در این راستا میلیون ها میهن پرست و سرباز و گمنام رو از دست دادیم، بیش از چند ده میلیون کیلومتر از خاک کشورمون از دست دادیم و ضررهای زیادی دیدیم. زبانمون رو تا حدود زیادی بهش ضربه زدن، به زبان زیبای پارسی، و خط ما رو عوض کردن، مذهب ما رو از ما دزدیدن، آیین ما رو از ما دزدیدن، تفکر ایرانی رو مسموم کردن، و اون ایرانی که تا پیش از حمله تازیان برای خودش در جهان دارای یک نمره قابل قبولی بود، ازش ملتی ساختن که پس از 200 یا 300 سال، بعد از 2-3 قرن تبدیل شدیم به یک ملت ذلیل، بدبخت، مفلوک، بله قربانگو. اما در ته دلمون اون ناسیونالیسم وجود داشت، منتها خابیده بود، خفته بود، و هر از چنگایی که یکی از بزرگان تاریخ مملکتمون می اومد و برای نجات کشور کوشش کرد، سعی کرد تا ایران رو یک بار دیگه برسونه به پیش از حمله تازیان، مجدداً از دل همون ملتی که ذلیل شده بود، بدبخت شده بود، مفلوک شده بود، بله قربانگو شده بود،
و در برابر دشمن سر تعظیم فرود آورده بود، خوار و ذلیل شده بود، همون ملت با آمدن یک نادر بزرگی، با آمدن یک یعقوب بزرگی، با آمدن یک سری انسانهای میهن‌پرست مجدداً جون گرفت. حالا نه به عنوان پادشاه، حتی به عنوان بزرگانی مثل بابک بزرگ، و میرفتن و پشت اون سردار ملی یا اون پادشاه یا اون رهبر میستادن و برای نجات کشورشون میجنگیدن. ما ایرانی ها به مانند همه کشورهای جهان خب دارای نقاط منفی هستیم، اما نقطه های مثبتی هم داریم، از جمله همین مسئله میهن‌پرستی است که همیشه در قاموس ایرانی بوده و خوشبختانه توانستیم با تکیه به این نقطه، به این جریان میهن‌پرستی، کشورمون رو که بارها به لب پرتگاه رفت تا سقوط به پرتگاه نیم قدم، حتی نمیشه گفت یک قدم، نیم قدم فاصله نبود، با موفق شدیم به وسیله ناسیونالیسم ایرانی، با اون حس میهن پرستی که در ما بود، در وجودمون بود و بر اساس حملات گوناگونی که به ما شد خفته میشد در ما یا به سردی میگرایید، مجددا در ما بیدار میشد و یک بار دیگه ملت ایران دست به شمشیر می برد، دست به سلاح می برد و در برابر تجاوز متجاوزین می ایستاد. در این راستا هم بزرگانی اومدن، از خودشون آثاری به جا گذاشتن، به مانند شاهنامه فردوسی بزرگ پیر طوس که چراغ راهنمایی برای ما شد، یک چراغ راهی شد که به وسیله اشعار اون بزرگ مرد بی بدیل تاریخ راه خودمون رو در دل تاریکی ها پیدا کنیم، که همین اشعار فردوسی، همین نوشته های به جا مانده از ناصر خسرو، همین نوشته های به جا مانده از اشعار سعدی و حافظ و همین آثار به جا مانده از خیام بزرگ باعث می شد که ستارخانی بیاد، یپریمخانی بیاد، باقرخانی بیاد، جریان مشروطیت بیاد، بانو بی بی بختیاری بیاد، اسد بختیاری بیاد و در شهر کازرون، در شهر فسا، در جهرم، در بندر بوشهر بزرگانی بیان مثل رئیس علی دلواری تا ایران ما رو یک بار دیگه از زیر یوغ استبداد، استثمار، استعمار بیرون بکشن. و این مسئولیت تاریخی 100 سال پیش به دست رضا شاه بزرگ افتاد که به حق فرزند خلف مشروطیت بود، ولی این بار به مانند سابق نبود، چرا که یک کمی وسایل ارتباط جمعی خب ترقی کرده بود، روزنامه اومده بود، دوربین عکاسی اومده بود و عکاس باشی به ثبت رسوند، ضبط کرد و رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ رفتن در دل ضبط تاریخ، در اون نوار حافظه که ما حالا با تکیه به اون نوار حافظه، با تکیه به اون فیلم ها و نوشته ها و اسناد صحیح تاریخی که دیگه بر اساس گفته ها و شنیده ها نیست که بگیم سینه به سینه نقل شده و ما از پدر بزرگ و مادر بزرگ وقتی که شب چله هست میشینیم و برامون نقل میکنن از سامانیان، از سفاریان، ولی این بار دیگه اسناد و مدارک ضبط شده، مونده و امروز میریم و به فرمایشات خدایگان اعلی حضرت همایون، محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ، روانشاد، ایران پدر، و به فرمایشات رضا شاه بزرگ وقتی گوش میکنیم گونه هستش که محکم پشت سر اعلی حضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تنها امید واقعی ملت ایران، ملت خاورمیانه و تنها امید واقعی صلح جهانی، صلح پایدار میستیم. و همینطور که همیشه من سرباز خدمت شما عزیزان عرض کردم، پشت سر پادشاهمون محکم میستیم، تلخی ها رو باید به جان بخریم، ناملایمتی ها رو باید به جان بخریم، این خورشت مبارزه است، این سالاد مبارزه است، باید فحشا رو به جان بخریم، باید تهمت ها رو به جان بخریم، تهدید میکنن، فحاشی میکنن، به
تمام آنچه که مجموعاً یک انسان رو، یک انسان شریف رو شکل میده بهمون با حرفاشون تجاوز میکنن، ولی چاره ای نداریم، باید بیستیم. کشته زیاد دادیم، بچه هامون رو کشته جمهوری اشغالگر اسلامی، حتی به بچه های دبستانی رحم نکردن، الان حملات شیمیایی میکنن به دبستان ها. نوجوانان و جوانان مملکتمون رو کشتن، خیلی ها رو به زندان ها بردن، بهشون تجاوز کردن، زیر شکنجه به قتل رسوندن و از کشته های ایرانی پشته ساختن. پول هامون رو دزدیدن، اموالمون رو دزدیدن، غارتمون کردن. هر آنچه که چنگیز مغول، تیمور لنگ، عثمان های بربر، انگلیس ها و روس های متجاوز، افغانی های متجاوز و اعراب بادیه نشین بیابانگرد پابرهنه و سایر دشمنان قسم خورده آن مرز و بوم با ما کردن، آخوند یک جا همین کارا رو کرد، آتشمون زد و به قتل رسون، تجاوز کرد، دزدی کرد، غارت و چپاول کرد و همونطور که خودشون هم میگن یک سرزمین سوخته رو میخوان تحویل ایرانیا بدن. یک اشتباه بزرگ تاریخی بوده در 2537 شاهنشاهی که چند نسل داره تاوان اون اشتباه رو میده. وقتی هم دیگه نیست، فرصتی نیست، حوصله ای نیست که بخوایم بشینیم بگیم کار کی بود، مقصر کی بود، چه نسلی بود، چه فلان بود، جز آه و اشک و حسرت چیزی برای اون باقی نمیمونه. بنابراین راهی نداریم جز این که به این مسیری که در اون قدم نهادیم بعد از مرگ مهسا، به قتل رساندن آن دختر بیگناه جوان، باید به این راه ادامه بدیم و برای خودمونم هیچ تایمی نذاریم، هیچ زمانی رو تعیین نکنیم. 3 هفته دیگه، 4 هفته دیگه، 6 ماه دیگه، این آخرین نوروز، بهار تمومه، تابستون تمومه، پاییز هم نه. یک نبردی به صورت رسمی و جدی، این بار به صورت رسمی و جدی بین ملت و دستگاه جبار حاکمیت آغاز شده. تا لحظه پیروزی به هیچ دلیلی، به هیچ بهانه‌ای نباید عقب بشینیم مگر کشته بشیم یا زندان بشیم. پس در این لحظات پایانی سال جدید، ضمن اینکه یک بار دیگه در برابر همه خانواده‌های عزیزانی که هستند و شاهد از دست رفتن عزیزانشون هستند، به همه شما مادران، پدران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان و به همه شما ایرانیانی که عزیزان خودتون رو در راه رهایی ایران آریایی و آزادسازی کشورمون و ملت ایران، عزیزان خودتون رو از دست دادید، از سوی همه میهن‌پرستان در برابر همه اون بزرگان سر تعظیم فرود میارم و همه شما تسلیت میگم و براتون آرزوی صبر و شکیبایی دارم. بدانید که ما میهن‌پرستان انتقام خون تمام اون عزیزان رو خواهیم گرفت، نه فقط عزیزانی که در این چند ماه اخیر، در این 5 سال گذشته با فریادهای جاوید شاه، این مشروط خواهان راستین و میهن پرستان واقعی، بلکه انتقام تمام کسانی که در طول 1400 سال توسط متجاوزین به جان و مال و ناموس و حیثیت ملت ایران بر این ملت روا داشتن، ما انتقامشون رو کاملا آنطوری که باید بگیریم، انتقاممون رو از اونا، انتقامشون رو میگیریم و به تمام دشمنان قسم خورده ایران زمین هشدار میدیم. به همه تون از جبهه نامقدس ضد ملی، شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، سازمان تروریستی مجاهدین، بازوی مسلح دولت انگلیس که به مانند مصدقی های همیشه نوکر انگلیس افتخار نوکری طویله شماره 10 رو دارید، به سازمان چریک های فدایی خلق روسیه، بازوی مسلح کرملین در ایران، به توده ای های همیشه خائن که جز خیانت به ملت ایران هیچ نقطه ای در کارنامه کثیف و پر از سیاه سیاسی شما نیست، و به سایر اراذل اوباش تحت عناوین
مختلف جمهوری طلب و چه و چه و چه به همتون هشدار میدیم، یا به دست از نوکری بردارید، به مام میهن در سال جدید بازگردید، یا اینکه این نبرد ادامه داره. مطمئن باشید انتقاممون رو ازتون خواهیم گرفت، تک به تکتون رو تو دنیا پیدا میکنیم و اجازه نخواهیم داد این بار حتی یک رأس دشمن ایران، دشمن پادشاهی ایران، دشمن تاریخ ایران، دشمن ملت ایران، دشمن فرهنگ و تمدن ایران، یک رأس دشمن ایران و ایرانی در جهان آب خوش از گلوش پایین بره. نوروز روز نوه، روز آشتیه، روزیه که باید کدورت ها رو کنار گذاشت و با هم آشتی کنیم. ما با شما سر آشتی و سازگاری نداریم تا شما تجزیه طلبان، تا شما اراذل اوباش چپ به سمت ملت ایران باز نگردید. میخواهید بازی رو ادامه بدید؟ ادامه بدید، بدانید و آگاه باشید. کسی که سر در آخر بیگانه داره، کسی که نوکریه بیگانگان رو میکنه، افتخار نوکری اجانب رو داره، مهم نیست چه کدوم یکی از این کشورهای اجنبی، چون همه کشورها برای ما اجنبی هستن. کسی که افتخار نوکری بیگانه رو داره، شک و تردیدی نکنید که روزی اربابانتون سرتون رو میکنن توی چاه و هر آنچه که بهتون دادن در چند ثانیه ازتون باز پس میگیرن. اون روزی که میرید و کاغذا رو امضا میکنید و پول از این ور اون ور میگیرید، بدونید اون کسی که این امضا رو از شما میگیره تو دلش میگه چقدر این بیشرف و کثیف و رذل و پسته که کشورشو به من بیگانه میفروشه. خدا لعنت کنه هرچی بیگانه پرسته و خدا لعنت کنه یک مش حقباز شالاتان دروغگو رو که به اسم مشروطه چی همچنان در خیانت هستید و مطمئن باشید که از یاد ملت ایران خیانتهای شما مشروطه چی های قلابی پاک نخواهد شد. صحبتی هم داشتم با شخصی به نام قانعی فرد، منتها فکر میکنم که بهتر قانعی فرد با تو در یک فرصت دیگه ای صحبت کنم، چون دست به چند کار بسیار ناشایستی زدی که باید من وظیفه‌م از سوی میهن پرستان به تو هشدار بدم که روی یه صندلی بشی و دست از شیطنتات بردار. منتها چون وقت نیست و دوستم ندارم که امروز روی یک شخص به خصوصی کار کنم، چون تو و چند نفر دیگر رو گوشتم واسه برنامه های بعدی، بهت گفتم که بدونی دیگه رفتی در لیست بچه های میهن پرستی که دیگه رو تو به عنوان یکی از خودی ها حساب نخواهیم کرد. متاسفانه بهتم چند بار تذکر دادیم ولی گویا اربابان دستورهای دیگه ای بهت دادن. از جناب مهندس خواهش میکنم 1، 2، 3 و 4 رو حاضر آماده بکنن. من یک مجموعی رو براتون درست کردم که نگاهی بیاندازیم ببینیم سال گذشته در کشور ما چه گذشت. البته امشب قسمت اولشه، امیدوارم بتونم در طول نوروز باستانی یک برنامه متفاوتی رو تقدیم شما عزیزان بکنم که ایران و احتمالاً جهان در سالی که گذشت رو، چون خیلی حجمش زیاده، اینو با مشکلات واقعا تهیه کردم که نگاهی هم بیاندازیم و خسته نباشیدی به همه بچه های میهن پرست بگیم. پیش از اینکه جناب مهندس لطف کنن 1 تا 4 رو پخش کنن، وظیفه خودم میدونم در اینجا در این لحظات عزیز از مدیریت محترم سنگر ایران آریایی جناب آقای آریان وطنخواه بی نهایت سپاسگزاری بکنم. این مرد در طول سال گذشته به مانند همه سالها بسیار بسیار زحمت کشیدند، عرق ریختند، کم خوابیدند و زیاد دویدند تا چراغ این خونه رو روشن نگه دارند. من از سوی خودم و همه میهن پرستان، از مدیریت محترم سنگر پاک، تنها سنگر باقی مانده جناب وطنخواه بی نهایت سپاسگزارم. براشون آرزوی طول عمر میکنم و امیدوارم که همیشه سلامت باشن و شایسته است که در آینده نچندان دور در ایران حداقل با یک مدال
میهنی از این مرد میهن پرست قدردانی بشه که با تمام مشکلات خانه مشروطه خواهان رو اجازه ندادن که چراغش خاموش بشه. تهمت شنیدن، فحاشی شنیدن، یه سری اراذل اوباش اینجا نفوذ کردن، با چک و لگد بیرون شدن و این مرد با چه جسارتی، با چه قدرتی ایستاد در برابر افرادی که میدونستن اگر اینها رو از اینجا مثل آشغال بیرون بیاندازن به تعداد کسانی که فوش خواهند داد، فحاشی خواهند کرد، تهمت خواهند زد بیشتر خواهند شد، ولی ایستاد و همیشه ثابت کردن که ایران برای من بالاتر از همه چیز و من از ایشون سپاسگزارم. همچنین از جناب مهندس سیاوش گرامی که افتخار همکاری با ایشون رو دارم، مرد شریف زحمتکش که همیشه با دقت، با وسواس خانه ایران آریایی رو برای ما آماده میکنن، این شرایط رو آماده میکنن. چه روزهایی دستگاه ها خراب شد، صدا اینطوری شد، تصویر اونطوری شد، چه روزهایی مجبور شدن که در دل تاریکی نیمه شب بیان به تلویزیون و دستگاه ها رو وصل بکنن که برنامه ها به اصطلاح دیگه پخش نمیشد، تصویر سیاه شده بود و و و. واقعا من از صمیم قلبم میگم، اینقدر خود من شخصا از ایشون هم آموختم و همین که میبینم زحماتش رو، خیلی من شرمندشونم. امیدوارم که ایشون و خانواده محترمشون هم همیشه سلامت باشن. از طرف همه میهن‌پرستان هم از جناب مهندس سیاوش گرامی، دوست و عزیز و یار و یاور همه ما در سنگر ایران آریایی سپاسگزارم. همچنین سرکار بانو مهناز گرامی که ایشون هم واقعا از اندازه های زیاد که در این سنگر هستن خیلی فعالیت میکنن. شاید خیلی از شما ندونید که این بانوی شریف چقدر زحمت میکشن، فعالیت میکنن و پشت سنگر خیلی زحمت میکشن. به هر حال از ایشون هم از سوی همه میهن‌پرستان سرکار بانو مهناز سپاسگزارم و از همه عزیزانی که در این سنگر هستن، خانم‌ها، آقایونی که در طول سال گذشته میان و از وقتشون، از زندگیشون میگذرن، اهانت بهشون میشه، تهمت بهشون زده میشه، فحش میخورن. البته اینا نیست، فقط خب تشویق هم میشیم، ممنونم از عزتون، ولی به هر حال میان و هر کدوم در سبک کار خودشون اون چیزی که از دستشون برمیاد بدون هیچ ادعایی، نه اینجا کسی ادعا میکنه من نمیدونم خبرنگارم، من نمیدونم نویسندم، نه، هر کدوم از این عزیزان در حد توان خودمون، در حد دانش خودمون، در حد سواد خودمون انجام وظیفه میکنیم و خدمتگزار شما همیهنان عزیز هستیم. و جا داره که یاد کنیم از استاد عزیزمون، از پهلوان عزیز سیروس افخمی، مرد بزرگ که نامش در تاریخ ایران به جا موند. روانشون شاد، یادشون همیشه گرامی و امیدواریم که ما هم به عنوان و من به عنوان شاگردشون راهشون رو بتونم اونطور که استاد به ما دستور دادن راهشون رو ادامه بدیم. واقعا روانشون شاد، سر تعظیم در برابر پیکر پاک به امانت سپرده شده استاد سیروس افخمی عزیز که بچه ها زحمت کشیدن برایشون مراسم گرفتن، خاک سپاری کردند و اینها، و چند شاخه گل هم از طرف ایران آریایی بر مزار این مرد بزرگ گذاشته شد و به هر حال وظیفه میکنه نام بیارم. و از شما بینشگران، شما همیهنان عزیز در سراسر ایران و جهان، در به ویژه خارج از کشور، که با ارسال پول و کمک‌های خودتون ایران آریایی رو 365 روز به مانند 12 سال گذشته که گویا وارد 13 سال میشیم نگه داشتید. از تک به تک شما عزیزان از امریکا، کانادا، سراسر اروپا، ترکیه، آسیا، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، آرژانتین، شیلی، از هر جای جهان که لطف محبت میکنید و کمک میکنید، از 5 یورو فرشی تا 1000 یورو، 2000 یورو، از همتون سپاسگزارم. از جناب سرهنگ وزین عزیز که همیشه برادر بزرگتر، یار و یاور جناب وطنخواه بودن، یار و یاور همه ما بودن، بی‌نهایت ازتون سپاسگزاریم جناب سرهنگ وزین. و تک به تک شما عزیزان که با یک جهان شرمندگی، که عذر میخوام اگر اسم تک به تک شما عزیزان رو
نمیارم جناب سرهنگ و به عنوان نماینده همه شما عزیزان نامش رو آوردم. از همتون سپاسگزارم. دست گلتون درد نکنه. مطمئن باشید که انسانهای شریفی که کمک میکنید به این سنگر و باعث میشید که ما زیر سایه این کمک ها بتونیم بیایم و انجام وظیفه بکنیم، چون ما حقوق که نمیگیریم و احتیاجی هم به حقوق نداریم. میهن پرست که نباید حقوق بگیره بیاد فعالیت بکنه. همین که خانه رو روشن نگه میدارین، چراغ خونه رو روشن نگه میدارید، مطمئن باشید که خیر و برکت به سفره هاتون میاد. به هر حال از همتون سپاسگزارم. گویا بعد از سال جدید که سال تحویل بشه، جناب وطنخواه مجددا لطف محبت کردن، بچه ها رو دعوت میکنن که بیایم و تبریکات نوروز رو بگیم و منم عادت ندارم بگم پیشا پیش. پس اجازه بفرمید که یکی دو ساعت یا دو سه ساعت دیگه که میام خدمتون، اونجا دیگه بتونیم که نوروز رو به همه شما شاد باش بگیم. بازم از همتون سپاسگزارم و ببخشید اگه در طول سال گذشته من جملاتی رو گفتم نباید میگفتم، حرفایی رو نباید میزدم و داد زدم، اذیتتون کردم، گوشتون رو اذیت کردم. به هر حال هر اشتباهی هم از من دیدید ازتون پوزش میطلبم، خیلی ازتون معذرت میخوام، متاسفم از صمیم قلبم واقعا که ما در یک برهه متاسفانه شوربختانه قرار گرفتیم، در شرایطی قرار گرفتیم که ناخواسته، نه ندانسته بلکه ناخواسته، مجبوریم بعضی موقع با یک سری از این عرازل و اوباش با جملاتی صحبت بکنیم که در شأن اونهاست و باید به این وسیله اونها رو سر جاشون بنشونیم و میزان خشم ملت به گروگان گرفته شده ایران رو به رخ این نابخردان، این جرثومه های فساد اخلاقی و مالی بنشونیم. از همه شما بچه هایی که در کانال های دنیاهای مجازی در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، پلتاک و کلاب هاوس و خلاصه هر جا که بچه ها لطف کردید، من حمایت کردید، صدای من ضبط کردید، پخش کردید و تیکه تیکه کردید، این صدا رو پخش کردید، همکاری کردید، کلیپ هایی که براتون فرستادم اینا رو برای من فشرده بکنید، از همتون سپاسگزارم. عذر میخوام اگر تک به تک نتونستم ازتون تشکر بکنم. این تنها وسیله است که میتونم به این وسیله از همه شما خانم آقایون سپاسگزاری کنم. تمنا میکنم که همکاری بیشتری بکنید و بتونیم با هم ایران رو نجات بدیم. یه طور نباشه که مجبور بشیم همدیگه رو بلاک بکنیم و من از این کار بدم میاد، ولی شما منو بعضی موقع به یه مرحله میرسونی که دیگه عصب من، اعصاب من دیگه نمیکشه، یعنی دیگه جایی برام باقی نمیذارید و بهتره که بلاک کنیم که ارتباط قطع بشه. همچنین از کوچولوهای عزیزمون، از همه شما دختر خانوما و آقا پسرای عزیز، شما ایران سازان آینده، شما نوجوانان و جوانانی که نقاشی فرستادید برای عمورضا، از همتون ممنونم. روی گل همتون رو میبوسم. امیدوارم یه روزی به زودی زود بیام ایران، همه شما بچه‌هایی که نقاشی کشیدید هممون با هم جمع بشیم و من همه شما رو از نزدیک ببینم. خیلی از همتون ممنونم. باریکلا، آفرین. همچنان نقاشی بکشید، اسم کوچیکتون، شهرتون، نه فامیلیتون ها، فقط اسم کوچیکتون و جاویدشا هم یادتون نره. همینطور نقاشی هارم بفرستید، حالا که مال نوروزه به مناسبت نوروزم نقاشی بفرستید و تا منم براتون پخش بکنم. بازم از همتون سپاسگزارم و آرزوی سلامتی میکنم برای همتون تا یکی دو ساعت دیگه که میایم و در خدمتون خواهیم بود. جناب مهندس تمنا میکنم از حضورتون یک تا چهار رو پخش کنید. ممنونتونم. ایران جسور نداره، حساب کتاب نداره. جای پهلوی خالی، امروز بوده آزادی. جای پهلوی خالی، امروز بوده آزادی. جای پهلوی خالی، امروز بوده آزادی.
25 آبان 1401 رضا شاه روحت شد. هانیواد چهارشنبه سوری رضا شاه روحت شد. 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 هفدهم مهر ماه، سنندج، مسکن مهر، جاوید شاه. 21 مهر ماه، گردش کرج. جاوید شاه، پاینده ایران پادشاهی. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید. شهر بانو ببین مادر ایران زمین، ببین ملت تا دهه 60 دهه 70 پدرانمون کردن، ماها داریم جبران میکنیم. دهه 60 دهه 70 همه اومدن به سمت فرمانداری بابلسر. نگاه کن ملت تو، ببین، نگاه کن اون کاری که در حقت کردن امروز اینجوری دارن جواب پس میدن. قابل توجه شاهزاده رضا پهلوی، این جمعیت همه به خاطر تو اومدن. همه دارم آتیش زدن، ما منتظر شماییم. جاوید خاندان ایران ساز پهلوی تقدیم میکنیم به تمام مبارزین راه آزادی. دیروز به شرف تمام مبارزین راه آزادی. پهلوی وکیل ما شمایی، شاهزاده پهلوی وکیل ما شمایی، شاهزاده پهلوی وکیل ما شمایی، شاهزاده پهلوی وکیل ما شمایی. رهبر ما پهلوی، در انقلاب ملی رهبر ما پهلوی. رهبر ما پهلوی، هر کی نگه از نویه. عباس 26 آبان 1401 نصب پرچم شیر خورشید. باینده ایران، مشروط پادشاهی، تنها راه رهایی. مشروط پادشاهی، تنها راه رهایی. مشروط پادشاهی، تنها راه رهایی. مشروط پادشاهی، رهایی، رهایی.
مشروطه پادشاهی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اسامی بچه های میانپرست رو بگیم که اصلا یادم رفت خودم بگم. بچه ها لطف کردن، از همه تون سپاسگزارم، خیلی خیلی ممنونم. و بعدم خواهش کنم از چون سالی که گذشت و میخوایم یه چیزهایی رو به تصویر بیاریم، مطمئن امشب سعی کردم چیزهای به اصطلاح خیلی غم و ناراحت کننده نباشه، اگر بعضی هاش هست عذر میخوام از حضورتون. اسم اول اسامی رو بگم، سرکار بانو فرح از بوستون با درود به دلاوران ایران و بچه های ایران آریایی لطف کردن $200. سپاس از شما سرکار بانو فرح عزیز از بوستون. امیر عزیز ما از آلمان $55. بچه هم همه تبریک سال نو رو پیشگاه اعلیحضرت اولی حضرت خاندان جلیل سلطنت و بچه های ایران آریایی دادن، خیلی هم از همتون ممنونم. امیر عزیز ما از آلمان $55. دست درد نکنه امیر جان. سرکار بانو دکتر جاسمین خارزمی از سوئیس همرزم دیگر ما هم $50. سپاس از شما و همه بچه های میان پرست سوئیس. بانو دکتر جاسمین خارزمی عزیز. روبرت عزیز ما جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو هم $100 با تبریکات صمیمانه به پیشگاه پادشاه و اولیا حضرت و ملت ایران. سپاس از روبرت عزیز همرزم همیشگی ما. بانو گیتی همرزم دیگر ما هم $100. سپاس از بانو گیتی عزیز. میهن شاه همرزم دیگر ما هم $50. دست گل درد نکنه میهن شاه عزیز، سرباز دور از وطن. یکی دیگه از همرزمان عزیز ما هم $50. بی‌نهایت سپاسگزارم سرکار بانو منیر و آقا خسروی گل $100 و سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم $40 که همیشه لطف و محبت دارن. جناب خسرو و سرکار بانو منیر و نوه‌های عزیزشون، براشون هم آرزوی سلامتی داریم. خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت همتون. بچه‌ها پس زنگم بزنید دستون درد نکنه. جناب مهندس 5-6-7 یه سری بزنیم به آبادان و به زندان اوین. دست گل درد نکنه 5-6-7 و اگر لطف و محبت بفرمایید. شنبه 23 مهر زندان اوین، آتش سوزی، صدای تیر، پر از یگان ویژه و نیرو بسیجی و اینا. 2 ثانیه قبل انفجار وحشتناکی شد. این موتوری ها دارن میرن تو کوه دنبال فکر کنم زندانی ها. یه انفجار دیگه پشت سر هم انفجار. معلوم نیست الان چند نفر مردن. الان آبادان متروپول ریخت، متروپول ریخت آبادان. وای خدا بیاین این ور، بیاین این ور آقا بیاین این ور، بیاین این ور داره میریسه. اینا رو نگاه کنید، نگاه کن ماشین های نگاه کنید. این خیابون امیری متروپول، ماشین زیر آوار مونده، ماشین زیر آوار مونده بدبخت. نگاه کن چیه، خدا کل متروپول اومد پایین. مال عبدالباقی این ماشین آبادا خیابون امیری. نگاه کن وضعیت نگاه کن
نگاه کنین کامل ریخت، مغازه ها پایینش هم همه پر بود، همه گیر کردن. به نام خدا و با سلام، اینجا جناب حسین عبدالباقی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانسازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمانسازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدند. ساختمان عبدالباقی کامل ریخ، مردم زیر آوارن، ماشینا همه له شدن، امیری داغون داغون. این عبدالباقی برای آبادان پاسای زد، همه شیخ پایین. ای گفتن آقا میریزه، حرف گوش نکرد کسی، مردم همه زیر آوارن. ساختمان کامل ریخته پایین، چقدر آدم توی ساختمون بوده، همه داغون، اوضاع خراب. تو امیری مردم دارن تلاش میکنن همه از این آوار. خدا براتون بخواد که شرف اینا از صد تا مسئول بی شرف پر شرفتره. خدا براتون بخواد. چند روز الان دارید کار میکنید خانم؟ الان دو روزه با این سگا هستی. امروز سه ساعت رفتیم. این سگا تربیت خانواده، تربیت خانگیه؟ تربیت خانگی شما هستن. شرف این سگا از صد تا مسئول بالاتره. خدا براتون بخواد. خدا براتون بخواد. ما اعلام کردیم. خدا براتون بخواد. اگر خونه ریزید، اگر احتیاج به کار داشتید، کسی داوطلب نبود، شما را واقعا دست شما در نکنه. درود بر شرف شما، درود بر شرف شما، درود بر شرف این سگا، درود بر شرف این سگا. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. این دو تا صحنه دلخراش بود فعلا از سال گذشته و یاد این سگا افتادم که گفتم حتما باید از این دو سگ و صاحبانشون، اون خانم و اون آقای محترم، باید عرض کنم این بانوی گرامی که با اتفاق شوهرشون اومدن و کمک کردن تشکر بشه. بله، یعنی سگی را با امام، یعنی خمینی، سگی را با امام هم نام کردن، سگ بیچاره را بدنام کردن. به آخونده میگودن پدر سگ نگید، به سگ احترام بذارید. سگ شرف داره به جماعت آخوند، سگ واقعا شرف داره. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید. 8 9 10 11 دستتون درد نکنه، 8 تا 11 رو. امروز 27 اسفند 1401، اینجا سنندج شهر شیران، پاینده باد ایران، جاوید شاه. Rabon.
25 آبان بر افراشتن پرچم شیر خورشید در تهران. Thank you.
کرمانشاه 30/11/1401 نصب بنر توسط جوانان میهن‌پرست کرمانشاه. درود بر میهن‌پرستان راستین. 23 اسفند 1401 به یاد رضا شاه کبیر، ایران شده آماده. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این زحماتی که بچه‌ها دارن در داخل کشور میکشن که باید بیشتر بشه، خیلی بیشتر، گفتم به خاطر اینکه یادآوری هم بهتون بشه یک بار دیگه بیایم و فیلم‌ها رو نشون بدیم. از جناب مهندس خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایند شماره 12 رو پخش کنن، دستتون درد نکنه جناب مهندس، شماره 12 رو با هم ببینیم. تنها راه رهایی ایران پادشاهی. 23 مهر ماه آغاز. پس میگیری رضا شاه، شاهی رو 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 پس میگیری. 27 بهمن، انقلاب ها به عقب بر نمیگردن، از بدول تا تهران جانم فدای ایران. 29 بهمن 1401، آتش زدن بنرهای حکومت فاسد جمهوری اسلامی ایران توسط غیور مردان کرمانشاهی. بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی. رضا شاه روحت شد. رضا شاه روحت شد. به اهتزاز درآمدن پرچم شیر و خورشید، جاوید شاه، شیراز، 10 دی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه ها دستتون درد نکنه، کارتون عالیه ولی کافی نیست، همینطوری ادامه بدید. عکس های اعلیحضرت رو همینطوری زیر پل که میدید اینطوری این پست رو آویزون میکنید، شعار نویسی، پخش شبنامه، شعارهای شبانه و هر روز به تعدادتون باید بیشتر و بیشتر اضافه بشه، فعالیت بکنید. باید تکلیف رو خیلی سریع روشن بکنیم چون جهان میخواد تصمیم بگیره و نباید اساسا اجازه بدیم که جهانیان برای ما تصمیم بگیرن یا لوی جرگه برای خودشون درست کنن یا همین مسخره بازی که را میزنن. یه چیزی رو یادداشت کردم، اینو خواستم خدمت شما عزیزان بگم. ممنونم از بچه‌هایی که
لطف کردن. البته از ایران یکی از پیشکسوتان عزیز که لطف کرد به من یادآوری کردن که گویا تو برنامه قبلی یادتون میاد اون قسمت فوتبال رو نشوندم که اعلیحضرت بازیکن تیم ملی رو مورد لطف و محبت قرار دادن و تشریف آوردن، با تک تک بازیکن‌ها دست میدادن. اینا عرض کنم که راجع به همون بهرام مبدت که گفتم، گویا تو صحبت ها سریع داشتم میگفتم که مثلا آقای فلان بازیکن ها تو جام جهانی نبودن، از جمله غفور جهانی. نه، غفور جهانی اگر حالا گفتم که حتما هم گفتم چون دوستان توضیح دادن، آقای غفور جهانی در جام جهانی بودن 1978، هر سه تا بازی هم با هلند و اسکاتلند و پرو فیکس بازی کردن، گلزن بزرگ تیم ملی و از باشگاه ملوان بندر پهلوی. همینجا هم خدمتشون عرض ادب و احترام دارم و ایشون عضو تیم ملی بودن به اتفاق عرض کنم همون بهرام مبدت که تو اون تصویر بود، ولی زنده یاد غلام حسین مظلومی و عرض کنم بازیکن دیگه که اونجا بودن، آقای کارو اقوردیان، آقای علی جباری، اینا در تیم ملی 78 آرژانتین نبودن. حالا فیلم کاملش رو پیدا کردم که علازت تشریف آوردن با بازیکن‌ها به اصطلاح گفتگو میکنن، فیلمش حالا سر یه فرصتی بهتون یک بار دیگه نشون میدم که خواستم این توضیحم بدم. بچه‌ها همینطوری به کارتون ادامه بدید، ما تنها وسیله‌ای که در دست داریم شعارهای میهن‌پرستانه است، شعار جاویدشاه. بچه‌ها خارج از کشور خیلی قشنگ کار میکنن، کارشون عالیه، همه جا حضور داشته باشیم. بازم از من سوال شده قراره نمیدونم کجاها دوباره تظاهرات بشه. من هیچ وقت به شما نمیگم مگر بدونم. دیدید که مثلا بعضی موقع میگم این تظاهراتی که دارم اینجا پخش میکنم اعلامیه و فلان اینا، برید بچه‌ها برید حمایت بکنید، ولی جاهای دیگری که نمیشناسم من نمیتونم بهتون بگم برید نرید، من دخالت نمیکنم. تنها چیزی که همیشه به شما عزیزان عرض کردم و بازم تکرار میکنم این استش که هر جا که میخواید برید که آزادم هستید تصمیم بگیرید، بدون شناسنامه‌تون نرید. شناسنامه ما میهن‌پرستان پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشانه ایرانه که تکلیف روشنه و عکس‌های پادشاهان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ، خدایگان آریامهر بزرگ و پادشاه کنونی کشورمان علی‌الحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، عکس‌های اولیاضه شعبانو فرح پهلوی. به هر حال شناسنامه ما میهن‌پرستان مشخصه، ما نه با خودمون لنگ میبریم نه با خودمون از این چرت و پرت زن زندگی آزادی و برداریم پرچم و نقاشی بکنیم هرچی دلمون خواست اون وسط بکشیم و بعد عکس ننه مریم ببریم و عکس اون یارو مسعود مفعول رو ببریم و بعد همین چیزایی که دیدید دیگه مد شده و داس و چکش و بیل و کلنگ و فرغون و آجر و فلان اینا. نه، تکلیف ما مشخصه. هر کس هم بهتون گفت آقا نه نکنید فراجناهی، همشون مزدورن. هر کس این کلمه فراجناهی از دهن شما بیرون، حتی به شما گفت من مشروط خواهم، حتی به شما گفت مشروط، اصلا تابلو شده به عنوان مشروط خواه در بین شما، متاسفانه هر کی میخواد باشه، زن، مرد، بزرگ، کوچیک، چاق، لاغر، به حرفش گوش نکنید. هیچ انسان میهن پرستی بدون شناسنامه خودش هیچ جا نمیره. اگر برید از نظر من میهن پرست نیست، شما میتونید بگید نه آقا اینطور نیست، خیلی خوب اینطور نیست، از من میپرسید من پاسخم اینه. تکلیف ما مشخصه، وضعیت ما مشخصه، از هیچ حرفی هم نترسید. آقا اینا فناتیک، ما فناتیکی، ما هر چی شما میگید ما هستیم. تحت هیچ شرایطی زیر بار هیچ کدوم از این پدرسوخته بازی ها نرید، نه برای تخریب میریم نه برای دعوا میریم. جای میرید میبینید اینا تجزیه طلبن، سرتون بزنید پایین برگردید بیاین، اجازه بهتون نمیدم پرچم ببریم. آقا خیلی ممنون، دعوا که نداریم، برگردید به دوستانتون بگید آقا نرید، کسی هم میخواد بره برید، به خودتون رب داره. بدون شناسنامه، بدون هویت خودتون، بدون شناسنامه ملی خودتون هیچ جا نرید. ولو اینکه اینا بگن نه آقا همه باید بیان، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که این حزب مسروقه یاد گرفته، یعنی همه اینا رو باید اعدام کرد. ما مثل شماها آدم کشیم، شماها دستتون تو خون سال 57 آغشته، از شماها دستتون در دست آدم کشاست. شما حزب مسروقه یا رفتین نشستین بغل اصلا آدم کشا، ما آدم کش نیستیم. ما اگه قرار بود آدم بکشیم که شاهمون کشور رو ترک نمیکرد. که حالا سه تا چیز دارم از این داروش ناهمایون، سر فرصت میاد نشونتون میدم، عرض کنم حضور شما. بنابراین ما نه کسی رو قرار بکشیم، ما میگیم قطار مشروطیت راه افتاده به فرمان پادشاه
قانونی کشورمون علاوه بر سیروس زاشاه دوم پهلوی سوم، قطار راه افتاده، هر کس میخواد بیاد تو قطار، این قطار ایسکا به ایسکا وای میسته، یه عده میرن پایین، یه عده ما با لگد میندازیم پایین، یه عده میان بالا، بیاین بالا، بیاین بالا شیطنت کنیم با لگد میندازیمتون پایین، خیلی راحت. بنابراین قطار راه افتاده، اسم این قطار هم هست قطار مشروطه خواهان، اسم این انقلاب هم هست انقلاب ملی که در اصل انقلاب مشروطیته، این انقلاب دوم مشروطیته. میخواین قبول بکنید بکنید، میخواین نکنید نکنید، خوشتون میاد بیاد، خوشتون نمیاد به جهنم دره. ایران فقط یک راه داره، بازگشت به نظام پهلویسم، تموم شده رفت، راه دیگری نیست. حالا هر زری هم میخواین بزنید برید بشینید توی این طویله هایی که بهش میان روتیزون، برید برید بگید، به خودتون رب داره. گول یه عده هم نخورید، میان بهتون تبریک سال نو میگن، تاریخ شاهنشاهی هم میگن، اصلا گولشون نخورید، اینا همشون تجزیه طلبن، همشون خائنن. یادتون نره ایرانیا در طول سال و در طول سالهای گذشته این اراذل و اوباش چه بلایی به سرتون آوردن، گولشون رو نخورید، جوگیر نشید به خاطر نوروز. جنگ نوروز به جای خود، نبرد به جای خود، بازی خوبه به جای خود، کار خوبه به جای خود، غافل نشید ز راه خود، ز کار خود، بازی به جای خودش، نوروز به جای خود، دیدوبوسی و ماچمالی و اینا به جای خود، جنگم به جای خود، نبرده تا شاهمونو به ایران بر نگردونیم، تا سرود شاهنشاهی نواخته نشود، تا پرچم مقدس سرنگ شور خورشید نشان ایران با تاج طلایی به اهتزاز در نیاد، تا یک بار دیگه سیستم پهلوی، قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت مجددا احیا نشه، ما با اینا در جنگیم. چند سال طول میکشه خدا عالمه، میگه خود دانید. جناب مهندس هاشم و غفور جهانی هم توضیح دادم، جناب مهندس 13 و 14 رو لطف محبت بفرمایید، دستتون درد نکنه.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ببینید بچه ها، مملکت دست شماست. این باعث شده که جهان بر سر دوراهی مونده. از یه طرف دیگه میدونن، کاملا مطمئنن که کار جمهوری اشغالگر اسلامی تمومه. نه که شما خیال کنید انگلیسا و آمریکایی یا دوست دارن جمهوری اسلامی بره، اصلا و ابدا. چه احمقای بهتر از اینا، چه یابو علفای بهتر از اینا، حیف یابو. منتهی مراتب دعوا بر سر این هستش که خب کار اینا تمومه دیگه، ملت اینا رو نمیخواد و تاریخ مصرفشون چند سال تمومه. از اون موقعی که اکبر دوزار سربنیز کردن کارشون تموم شده بود. منتهی مراتب خب ما بخوایم دست به اینا بزنیم، یه تلنگر بزنیم به جمهوری اشغالگر اسلامی، پهلوی برمیگرده. ما نمیخوایم پهلوی برگرده، چون اگر پهلوی برگرده نون ما آجر میشه تو منطقه. الان دهه 50 و 60 و 70 و 80 و 90 میلادی نیست، الان دنیا خیلی عوض شده، خیلی عوض شده. سیاست های غلط اروپا و امریکا دوزاری ما رو انداخت. اگر من به جای امپریالیسم امریکا بودم، هیچ وقت اینترنت رو آزاد نمیکردم در دست عموم قرار بدم، هیچ وقت اجازه نمیدادم یه ماشین جستجوگری به نام گوگل، گوگلی مگولی بیاد در زیر دست شما که بعد بریم و خیلی مسائل رو بفهمیم. چون وقتی که یک چنین دارت المعارفی دو دست ما هست، شما بعد میرید میگی که آقا رضا شاه، آتاتورک، گاندی، هیتلر، هر کسی، حسن آقا، حسین آقا بقال، اون باید به تو اطلاعات صحیح بده، دوستو بگه، دشمنو بگه، نمیتونه غلط بنویسه. چون اگر غلط بنویسه بعد از یه مدتی اعتبارش از بین میره و هر کی بخواد بره مثلا یه چیزی تحقیق میگه نه تو این مثلا این گوگلی گوگلی مگولی نرید، این چرت و پرت داره میگه، مثلا برید تو اون یکی جستجوگر. بنابراین باید اطلاعات صحیح بده. اطلاعات صحیح هم که میدن گند خودشون میاد بیرون، مثل جریان قیام ملی 28 مرداد که هنوز CIA جرئت نکرده اسنادو بده بیرون، هنوز اینتلیجنس سرویس MI6 جرئت نمیکنه اسنادو بده بیرون، چون تقشون در میاد، چون میدونن وقتی که اسنادو بدن بیرون جریان آقا کودتا و رمز آژاکس و شبان بیمخ و نمیدونم همش دروغه. اصلا اینطوری نبوده، قیامی بوده که ملت ایران اون موقع شعورشون بالاتر از 57 یا بود سال 32، تا الازد کشور رو ترک میکنن و اوضاع به هم میریزه، میهن پرستان داخل کشور خب اون موقع مثل الان سال 57 نبود. نظامیانی که در مخفیگاه ها بودن توسط سربازا و درجدارای زیر دستشون خبر رو به مردم میرسن که کشور داره سوق پیدا میکنه، لیز میخوره میره به طرف شوروی، و مردم ایران هم به خاطر اون عرق میهن پرستی و ناسیونالیستی که دارن و در نهایت اون جو مذهبی هم که بر کشور حاکم بوده، این دو عامل اصلی باعث میشه که مردم بیسن درباره توده یا موتور رهبری نداشتن. به خاطر همین میان میگن جاوید شاه، جاوید شاه، صدا رو که اعلیحضرت میشنون بهشون پیام میدن که اعلیحضرت برگردید، مردم شما رو میخوان و ارتش کشور رو بدون خونریزی میگیره دستش. خب اینا نمیدونن بیان واقعیت رو بگن نه. بنابراین الان جهان اینو میدونه، جمهوری اشغالگر اسلامی تموم کارش، رفتنیه. اصلا شک به این موضوع نکنید. این پولی که امروز تو دست شما ملت، این پول نیست، کاغذه، یه کاغذه، یه دونه دستگاه چاپ گذاشتن طبقه پایین زیرزمین بانک مرکزی، کاغذم که مفت آقا، رنگم که مفت آقا، همینطور دارن چاپ میکنن دست شما. به خاطر همین یه تورم بالای مملکت گرفته. و ولی درد بر سر اینه که خب این جمهوری اشغالگر اسلامی بره، این آخوندا برن، ما کیو بیاریم؟ ما کسی تو خارج از کشور نداریم. پومپئو میره، اون یکی میاد، جان بولتون میره، نمیدونم شهردار نیویورک میاد، حسن میره، اون یکی جنرال پاول میاد، حسین میره، کاندولیز رایز میاد، اون یکی میره، این یکی میاد، هر کی به سبک کار خودش این تنور سازمان تروریستی مجاهدین رو گرم کنم. میبینم بابا 1%، اگر اینا 1%، یعنی از 80 میلیون جمعیت ایران مثلا 100,000 نفر، نه بیشتر، 100,000 تن هوادار اینا داشتن، سری برشون میگردوندن. نه خب رو اینا نمیشه سرمایه‌گذاری کرد، هرچند پول بالا اینا خرج کردیم از بین رفت. و سر همشون هم میکنن تو آخر و یه مثلا شب میشنوید ننه مریم در یک کودتایی در طویلش در پاریس مثلا یه سرش کردن تو مصطفی سیفونی کشتن روش. از این اتفاقا زیاد افتاده برحال و میفته، مطمئن باشه. یا این علی تجزیه یا این ارازل اوباش، هر کدوم یکی بعد از دیگری ارباب تکلیفشون روشن میکنه، چون ارباب پول مفت که نداره به اینا بده. بعد اینا چون نوکرن از ترسشون میان لو میدن،
منتها قبل از اینکه لو بدن زبونشون قیچی میشه، مثل روح الله خمینی که مرگ بمیر نبود، کشتنش که یهو یابو برش نداره بیاد بگه آقا من اصلا نمیخواستم بیام ایران، من نامه نوشتم برای شاه 1352 تقاضای عفو کردم، گفتم اجازه بدید، جدی بهتون میگم اجازه بدید من برگردم بیام ایران، که الهزر اصلا محل نذاش به این مرد، که با اینکه زنده یاد اسدالله الان به الهزر فرمودن بذارید بیاد غلط کرده فلان کرده، گفتن که نه باستانی رو. دو تن از همرزمان عزیز ما، فرشید عزیز ایش از انتخابات مجلسین، از ملت ایران که حاکم بر مجلسین و منشأ اقتدارات ملی است تقاضا کنم. تا بعد از این منافع خصوصی هیچ کس و هیچ گروهی قادر به محض آثار این اصلاحات که آزاد کننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تأمین کننده آینده بهتر و عادلانه تر و مترقی تری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی افراد و پیشوران و حافظ ثروت های ملی نباشد. من علاقمندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیما مورد تصدیب افراد ملت ایران قرار گیرد. سپاس از شما جامعه سیاسی گرامی. با فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان برنامه رو به پایان میاریم و آخرین برنامه سال پر تلاطم و پر هیجان 2581 شاهنشاهی رو، و بعدم که چند ساعت دیگه بعد از اینکه سال تحویل شد وارد سال نو شدیم، عرض کنم بنده افتخار دارم بیام در خدمتتون دقایقی رو شادباش بگم به مناسبت نوروز باستانی رو. دو تن از همرزمان عزیز ما، فرشید هخامنشی از آلمان، 5 یورو لطف کرد. مرسی فرشید جان، خیلی هم ازت ممنونم، در طول سال همیشه لطف میکنی. آقا حمید عزیز ما هم همرزمان از سوئد با جاوید شاه 52 دلار، دست گل درد نکنه حمید عزیز از سوئد. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم تا که بعد بیایم و در مجددا در خدمتتون باشه. سرکار بانو فرح از بوستون لطف محبت کردن، 200 دلار سپاس از شما سرکار بانو. آقا امیر گل ما هم از آلمان 55 دلار سپاس از امیر عزیز. سرکار بانو دکتر جاسمین خوارزمی عزیز ما هم از سوئیس 50 دلار سپاس از شما و سایر میان پرستان. آقا روبرت گل جانسار خاندان پرهوی از شیکاگو هم 100 دلار، دست گل درد نکنه روبرت جان. سرکار بانو گیتی 100 دلار سپاس از شما بانو گیتی گرامی. میهن شاه 50 دلار سپاس از میهن شاه عزیز. سرباز دور از وطنم 50 دلار سپاس از سرباز عزیز. سرکار بانو منیر و آقا خسروی گل از تورنتو 100 دلار و سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم 40 دلار. خیلی از همتون سپاسگزارم. الانم که حتما پای سفره هفت سین و اون دارم بهتونم خوش بگذره. فرشید عزیز ما هم از هخامنشی، فرشید عزیز ما هم از آلمان 5 یورو، دست درد نکنه فرشید جان. و حمید عزیز ما هم از سوئد 52 دلار. با یک جهان سپاس از حمید و همه شما
خانم آقایون و مجددا سپاس از جناب مهندس عایشه گرامی و سرکار بانو مهناز عزیز و همین شما عزیزان در کنار سفره هفت سین. ناراحت هم نباشید آقا، پول نداشتیم هفت سین بچینیم، هیچ اشکال نداره. یه سبزه بذارید، ندارید یک کتاب حافظ بذارید، اونم ندارید یه دونه گلدون بذارید، این گلدونی که الان گذاشتم یه گلدون بذارید. هدف اینه که دور هم جمع باشه، این هفت سین سفره هفت سینی که ما دور هم جمع کنه. همین که دور هم هستین، هر کدومتون یه سینید، هر کدومتون یه گلی، اشکالی نداره. سفره هفت سین آینده رو فکر کنید که همه ایرانی ها تو خونه هاشون هفت سین رنگین رو میچینن، میزنن، میرقصن، اما نوروزمون هم شاده، هممون شاد میشیم و وظیفمون هم هست که با نثار گل به آرامگاه عزیزانی بریم که با خون خود نوشتن زنده و جاوید با سلسله پهلوی. شاد و پیروز باشید که تا ساعت دیگه که در خدمت خواهیم بود. پاینده باد ایران. و باز هم سپاسگزارم از تمام زحماتتون در طول سال گذشته نسبت به سنگر ایران آریایی و بازم با تشکر از مدیریت تلویزیون جناب وطنخواه جناب سیاوش عزیز، کارگردان همیشه عزیز ما و همه شما خانم آقایون. پاینده باد ایران و جاوید شاه. سپاسگزارم.